پیشگاه مقدس و منور حضرت صاحب الامر و الاسر و الزمان صلوات جلیلی خط بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه کنید به همه حقداران، ذوی الحقوق، اساتید، مربیان، اموات خودتون، شهدای عزیز، صلوات دوم جلیل‌تر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم مصطفی محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. در روایات اهل بیت یه عنوانی در عصر غیبت ازش تعبیر میشه به عصر تحیر و حیرت و سرگردانی. مؤمنین گرفتاری عجیبی پیدا میکنن در این عصر، دچار حیرت و سرگردانی و تحیر میشن. هم از امام باقر علیه السلام روایات هست، اما پیامبر اکرم اشاره فرمودن یخرجو بعد غیبتن و حیرتن. امام زمان بعد از یک دوره طولانی غیبت و بعد از یک حیرتی که مردم به اون گرفتار می شود ظهور خواهند کرد. تزلفی ها، اقدامون، خیلی از ارزش ها، اعتقاد ها، باور ها متزلزل می شه. قدم ها می لرزه، لغزش ها اتفاق می افته. لا یسلک علیه الا المخلصون. خیلی کم نجات پیدا می کنن از این عصر و دوره حیرت و سرگردانی و چه کنم. شیطان تمام قدرت و قوت خودش رو به کار می گیرد تا اینکه در این عصر حیرت بتواند پایه ها و باورها و اعتقادات و ارزش ها و اخلاقیات رو به هم بریزه. قلب جامعه رو هدف میگیره. قلب جامعه خانواده است. قلب جامعه خانواده است. خانواده رو مختل میکنه. پیوندها رو سست میکنه. در یک خانواده بین فرزندها و پدر و مادر پیوند هست. این پیوند از هم گسسته میشه. آق شدن ها زیاد میشه. کسره العقوق، آق شدن ها در آخر زمان زیاد میشه. بچه ها حرمت پدر مادر رو ندارن، ظلم میکنن، اذیت میکنن، آق میشن. پدر مادر ها هم حق فرزندان رو ادا نمی کنن. پدر مادر آق فرزند میشه. آخه اون چیزی که ما تا به حال شنیدیم این است که بچه ها عاقف پدر مادر میشن. مدام نه، در روایات ما داریم که پدر مادر هم عاقف فرزند میشن به خاطر اینکه مسئولیت هاشون رو انجام نمیدن. طلاق زیاد میشه. صله رحم کم میشه. این فضای مجازی ببین چی کار کرده. اونسی که این جوانهای ما پیدا کردن بیشتر از اون که با پدر و مادر و خواهر و برادر باشه با تلفن همراهشونه، با این شبکه‌های مجازی شب‌ها ساعت‌ها با این شبکه‌ها با این موبایل‌ها کار میکنن، ولی دقیقی نمیتونن با برادر، با خواهر، با مادر، با پدر انس پیدا بکنن. چه بدبختی، چه تخیلی، چه سرگردانی. در آخر زمان طلاق زیاد میشه. امروز ما لازم نیست این روایات خیلی خوبه، منتها ما داریم خودمون داریم میبینیم از هر 10 ازدواج گفتن چیزی حدود 4-5 تا طلاق اتفاق میفته. تو بعضی از شهرها بیشتر، تو بعضی از شهرها کمتر.
حالا اینا، این آمار و اینها مهم نیست، مهم این استش که در این جلسه ای که جلسه نورانی است در جوار مسجع نورانی فرزند و پاره تن یکی از ائمه حضرت حسین ابن موسی الکاظم علیهم السلام، ببینیم راهکار چیه، چجوری ما میتوانیم در این عصر تحیر، سرگردانی، حیرت نجات پیدا بکنیم. قدم ها نلغزه، این چیزیست که تو این مجلس اگر گیرمون اومد توانستیم بهرمون رو ببریم. مخاطب من برای این صحبت ها میتوند مربیان، دلسوزان فرهنگی، دغدغه مندا، پدر مادرها همه باشن. البته اونهایی هم که هنوز پدر مادر نشدن، اونها هم میتوانند مخاطب ما باشند، به جهت اینکه انشالله اگر پدر مادر شدن بایستی دقت بکنند. بنابراین بیشتر مخاطب من اینهایی است که مربی هستند، معلم هستند، میخوان کار تربیتی انجام بدن. در این اصل تحیر چگونه باید دست طرف رو بگیرند نجات پیدا کنه؟ سه چهار مطلب در این خصوص خدمت بزرگواران عرض میکنیم. مطلب اول این که تربیت و اخلاق بیش از آن که شنیدنی باشه دیدنیست. برای اخلاق لازم نیستش که هیچ جلسه بذاریم، سخنرانی کنیم، موعظه بگیم. اخلاق رو باید بچه ها از پدر مادرها ببینن، نه بشنوند. مشکل ما این استش که جلسات سخنرانی زیاد داریم. درس اخلاق من معلم اخلاق میگذارم، اما بعدش چیزی از اخلاق از من نمیبینن. این نمیشه. پیامبر گرامی اسلام در اوائل بعثت راهی طائف شدن، شنیدید دیگه، سران و گردن کلفتای طائف بچه ها رو عجیر کردن که این شخص وقتی پاشو به طائف گذاشت سنگ بزنید. پیامبر وارد طائف شد، این وجود نازنین رو سنگبارانش کردن، مشروحش کردن، سنگ به سر و صورت پیغمبر میخورد. پیامبر خسته شدن، رنجیده شدن، رفتن در یکی از این باغات زیر یک درختی استراحت بکنن. یکی از این صاحبان باغ که مشرک بود پیغمبر رو شناخت، رحمش اومد، به غلامش گفت که یه ظرف آب ببر برای این مرد و تا نزدیک نشو، یک دو اینکه خیلی هم باش هم صحبت نشو، ساحره سحرت میکنه. غلام ظرف آب رو گرفت، اومد خدمت رسول گرامی اسلام. تا نزدیک پیغمبر شد، پیامبر روی خودشون رو بلند کردن، با یک بشاشیت بلند گفتن سلام علیکم. غلام وا رفت، تا به حال کسی بهش احترام نمیگذاشت. پیامبر برگشتن به غلام گفتن فلانی اسم قشنگت چیه؟ بربر. افتخار میکنیم این پیامبر ماست. انک لعلی خلق عظیم. پیامبر تو مدال افتخار اخلاق رو داری. اسمت چیه؟ اسمشو پرسید. گفت بچه کجا هستی؟ از کجا هستی غلام؟ گفت از نینوا. گفت از نینوا، از شهر برادرم یونس. شروع کرد پیغمبر با صدای خوش آیات مربوط به یونس رو خواند، از پیامبران عظیم الشأن. ان یونس لمن المرسلین اذ ابق علی الفلک المشحون. یه ورکی دید غلام زانو زد، آی مرد به من بگو من چطوری میتونم مسلمان بشم. اینطور با اخلاق، اینقدر که ما فکر میکنیم ائمه برای مردم سخنرانی نمیکردن، جلسه درس اخلاق نمیگذاشتن، کلاس نمیگذاشتن. امام حسن مجتبی علیه السلام تو مدینه سوار بر مرکب عبور میکردن، یه مرد شامی پاشو گذاشته بود تو مدینه، سوال کرد این کیه؟ گفتن این حسن ابن علی است. رفت جلو با آقا امام حسن مجتبی ناسزا گفت. آقا امام حسن مجتبی تو شهر مدینه، شهر خودشه، همه اصحاب یاران از اسب پیاده شد. گفت مرد شامی، غریبی، مسافری، میای با هم دیگه یک نهار بخوری؟
راستی تو مسافر هستی، پول داری؟ اگر خواستی برگردی، مرکب داری بهت بدن برگردی؟ کلاس درس نمیخواد. کونو دعات ناس به غیر السنت کن. با عمل یاد بدیم. قبل از اینکه حرف بزنیم عملت رو باید بچه تو خونه ببینه. یه سوالی رو خیلی ها از ما میکنن، میگن خانوادی است پدر نمازخون، اهل مسجد، دعای ندبه، دعای کمل، سینه زن. سینه هم که میزنه سزر بشم میزنه، نماز اول وقت هم صف اول بقچه میندازه، مادر هم محجبه چادری، بچه دختر بچه چادری نشده، بیهجاب شده، بدهجاب شده، جوان از دست رفته، دلیلش چیه؟ چه کار باید بکنیم؟ البته توجه دارید که اینطور نیستش که همه عوامل تربیتی دست پدر و مادر باشه. امام هادی علیه السلام فرزندی داشتن، عموی امام زمان میشد، جعفر کذاب. خب نمیشه گفتش که امام هادی کم گذاشته مسئولیت پدر مادریشو، ولی بچه و فرزند منحرف بود. یا امام رضا علیه السلام برادری داشتن به نام زید و نار، زید جهنمی، جهنمی بود، از اهل بیت فاصله میگرفت، تو مسجد میشست، از خودش تعریف میکرد، میگو ما فرزند پیغمبر هستیم، ما چنان هستیم، چنین هستیم. یه روز امام رضا بهش رسید، گفت زید، اینکه بچه پیغمبر هستی فکر نکن راست میبرنت بهشتا، باید عملت به عمل اهل بیت بخوره. حالا این سوال که آقا چطور میشه پدر مادر مذهبی مسجدی هیئتی نمازخون بچه اینجوری در میاد؟ جوابش اینه، جوابش این استش که بچه ها از ما عمل دینی میبینن، اخلاق دینی نمیبینن. هرچی میبینن مادر این مفاتل جنان رو دور میزند، پدر میره به مسجد بر میگردد، ولی وقتی از مسجد بر میگرده چهار ستون فقرات بچه ها میلرزه، هیچ اخلاقی نمیبیند. تو یکی از حلقه های معرفت حرم مطهر جوانی سوال میکرد، استاد پدرم وقتی از مسجد برمیگرده خیلی میترسیم، اینقدر بد دهنه؟ با برادرم دیشب دعوا شد، سر هیچی نیمکت و میز رو گرفت پرت کرد به سمت برادرم، برادرم زخمی شد، الان تو کماست. خب این چه رفتار دینیست؟ این چه اخلاق اسلامیست؟ این بچه میگه اون دین تو نماز تو به درد خودت میخوره، ما اون دین رو نخواستیم. با اخلاق، عمل و رفتار بایزی نتیجهش دیده بشه. اسد مهدی آقای قوام از بزرگان و خوبان تهران بود، قریب الاجتهاد بود، از شاگردان عاشق عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمیه قم. نقل که یک جای منبر داشت، ده شب در یکی از حسینی های تهران، شب آخر بانی مجلس یه مبلغی رو به عنوان هدیه امام حسین به اسد مهدی قوام هدیه میکنه، میاد جلو میگه بالاخره این هم بضاعت ماست و هدیه حضرت سیدالشهدا تقدیم شما. اسد مهدی مبلغ رو میگیره، تو جیبش میذاره، حرکت میکنه با یکی از همراه ها. مسیر از کوچه لاله‌زار میفته. کوچه لاله‌زار 50-60 سال قبل محله خوشنامی نبود، محله بود کاوره‌ها و عیاشی‌ها و کافه‌ها و زن‌های فاسد در اون مسیر رفت و آمد می‌کردن. اون موقع شب اسد مهدی قوام می‌بینه یه خانومی با آرایش غلیظ اون ور کوچه وایستاده، به همراهش میگه که رفیق برو همین خانومو بگو بیاد پیش من. میگه حاج آقا خوبیت نداره، منظره خوبی نیست، اون با اون شکل و قیافه بگم حاج آقا کار داره آخه، نه برای تو خوبه نه برای من خوبه. میگه خب چوش کار داری؟ من میگم برو فلانی بگو بیاد پیش من کارش دارم. میره به خانومه میگه که این آخونده، این روحانی اون برای کجا با شما کار داره. خودش هم دیگه میره دیگه، چون میترسه منظره خوبی نیست. خانومه میاد جلوی اسد مهدی قوام میگه ببخشید شما با من کاری داشتید؟ میگه بله. میگه بفرمایید. پاکت پول رو از جیبش در میاره، میگه دخترم
این مبلغ هدیه امام حسین به شما. این مبلغ رو بگیر، تا وقتی که این پول رو استفاده میکنی با سید و شهدا قول بده، عهد ببند که دیگه گناه نکنی. میگذره یک سال بعد آسمیدی قوام کربلا مشرف میشه، تو صحن کربلا داره راه میره تو صحن امام حسین، یه باره که میره یه آقایی از پشت سر صدا میزنه آقا آقا، میره جلو برمیگرده میگه آقایی، میگه بفرمایید، میگه ببخشید این خانومم با شما یک سوال خصوصی داره، به منم گفته که خودت نمیخوای جلو بیایی، فقط از آقا یه وقتی بگیر، من یک سوال خصوصی، یک مطلب خصوصی با خود حضرت با آقا دارم. میگه بفرمایید. خانوم میاد جلو، پوشیه زده، محجبه، یه خورده پوشیه رو بالا میذاره، میگه آقا شما منو میشناسی؟ من همون خانومی هستم که تو دلال سال مبلغ رو بند دادی. وقتی اون مبلغ رو من دادی، نشستم یک روب سر همون کوچه نشستم، گریه کردم، گفتم آقای امام حسین، من فکر نمی کردم با ما هم کار داشته باشی، من فکر نمی کردم سر کار منم با امام حسین بیفته. همون موقع توبه کردم، محجبه شدم، وسایل ازدواج فراهم شد، با این آقای که اومد وقت گرفت ازدواج کردم، اونم همسر منه. من خواستم از شما تشکر کنم، مسیر زندگیم رو تغییر دادید. این است. جلسه سخنرانی نبود، یک عمل بود، یه شیرین کاری از بدی آقای قوام بود. اینطور یک زندگی رو تغییر میده. وقتم کمه، باید مطالبم رو عرض بکنم تا به اون نتیجهش برسم. مطلب دوم این که خونه هاتون بایستی سالم سازی بشه. اگر تو اون خونه نور امامت و ولایت وجود نداشته باشه، توش سرباز ولی خدا تربیت نمیشید. قرآن میگه فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. بعضی خونه ها خونه ذکره، خونه نوره. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. خانم کار خودشو میکنه، بچه ها مدرسه میرن، دانشگاه میرن، آقای سر کار میرد، اما هیچ کدوم غفلت وجود ندارد، همه یاد خدا هستند، خونه خونه نوره. روایات داریم همونطور که شما از زمین به آسمان شبها نگاه میکنید، بعضی از این ستاره ها پر نورن، بعضی ستاره ها کم نورن، بعضی از ستاره ها تاریکن. ملائکه هم وقتی به زمین نگاه میکنن، بعضی ستاره ها رو پر نور، بعضی خونه ها رو پر نور، بعضی خونه ها کم نور، بعضی خونه ها تاریکه، در غفلتن. سوال میکنم از شما، واقعا خونی که درش 2-3 هزار تا شبکه ماهواره میگیره، تو این خونه سرباز امام زمان تربیت میشه؟ پیچ شبکه رو که باز میکنه، 1000 تا فیلم مبتذل و مستعجن میبیند، اون جوان میتونه سالم بموند؟ چه بلایی سر برادر بچه همون داریم میاریم؟ چی کار داریم میکنیم؟ رضوان خدا بر مرحوم شهید آیت الله مطهری، ایشون میگفتن که اولین و بیشترین کسی که بر من تأثیر گذار بود در عرصه تربیت پدرم بود. کمترین قرائت قرآنش روزانه یه جز بود. مهربان بود، با اخلاق بود، نماز شبش ترک نمی شد. اگر دعوای تو خونه و فامیل اتفاق می افتاد، ریش سفیدی می کرد. همین علامه مطهری در این خونه تربیت می شد که آقا رسول الله تو لب علامه طباطبایی رو بوسه میزنن. خانومشون نقل میکنه که دو شب مانده بود به شهادت شهید مطهری، در یکی از سحرها دیدم صدای گریه های بلند شهید مطهری میاد. آخه مطهری گریه میکرد در سحرها، منتها این دفعه گریه هاش بلنده. سراسیمه به سمتش رفتم، چه اتفاق افتاده؟ گفت خانوم
اتفاق مهمی تو زندگیم خواهد افتاد. چند لحظه پیش خواب دیدم با آقا روح الله مسجد الحرام مشرف هستم، دیدم آقا رسول الله از بیت الله الحرام از کعبه بیرون آمدن، آقا روح الله رو در آغوش گرفتن، صمیمانه بوسیدند، بعد من رو در آغوش گرفتن، من رو بوسیدن، آنچنان بوسیدن که همین الان گرمای وجود بوسه رسول خدا رو احساس میکنم. امر مهمی تو زندگیم اتفاق بیفتد. خواب عجیبی بود. دو شب بعدش علامه مطهری شهید میشن، میرم پیش خدا. اینطور تربیت میشدند. برادرها، خواهرها، تو خونهاتون جلسه قرائت قرآن بگذارید. در سیره علما داریم شیفتی نوبت بندی میکردن تا این قرائت قرآن تو خونهاشون قطع نشه. نوبت من این ساعت، نوبت شما این ساعت، نوبت خانم این ساعت، قرآن خونده بشه، حدیث کسا خونده بشه، دعای توسل و کمیلی باشید. پرخرجم نه، تشریفاتی هم نه، 4 نفر دعوت بکنید، 4 تا چایی بدید، روایت اهل بیت خونده بشه، او خونه بیمه میشه. البيت الذي يقرا فيه القران تحضره الملائكه، ملائکه میان پایین تو خونه، تحجره الشياطين، شیاطین دور میشن، تنزل فيه البركه، برکت تو این خونه میاد. خونهامون رو با برکت کنیم، با سالم سازی. و اما مطلب سوم این که امر ازدواج رو برای جوانانمون ساده کنیم، آسون کنیم، در دسترس کنیم. از در و دیوار تحریک میباره، از اون طرف امر ازدواج موانع، سیمهای خاردار، چالش ها، گرفتاری ها. یه بخش رو میندازیم به گردن دولت، دولت میندازه به گردن پدر مادرها و مردم. آقا دود شاخصت به چشم همین جوان خونه خودمون داره میره. آخه نمیشه. 2 تا غریزه هستش که اگر هیجان کنه قابل کنترل نیست. 1 غضب، 2 شهوت. نمیشه کارش کرد. به جوان میگیم تحریک نشو، نمیشه. اختلاط، رفت آمدهای با هم، سایت ها، 3 میلیون سایت و شبکه فضای مجازی، برو ببین چه خبره. بعد میگیم تحریک نشو، از اون طرف هم ازدواج. اسلام دستوراتش به نحوی است که تا تونسته محدوده تحریک رو محدود کرده، به صفر میرساند، از اون طرف امر ازدواج رو توسعه میده. ازدواج دائم، ازدواج موقت، ازدواج تعدد زوجات، البته هر کدوم به شرایط خودش، تو شرایط خودش، با لوازم و شرایط خودش، بله. ولی وقتی که میگید که یه خانومی اگر یک جایی نشسته بلافاصله مرد نره اونجا بشینه، کراهت داره، فهمون فقها ها فتوا میده. اینا دین ماست، اینا دستورات ماست. گاهی وقتا ما یه چیزایی رو میشنویم یا نقل میکنیم از روایات و سیره پیامبر و اهل بیت، امروز وقتی اینا رو که نقل میکنیم شبیه افسانه، یه فکر میکنن داریم داستان میگیم. اینطور نیست. روزی یه خانومی اومد مسجد پیغمبر، رو که به رسول خدا عرضه داشت که یا رسول الله نیاز به ازدواج دارم، چیکار کنم؟ حالا ما که میشنویم فکر میکنیم داریم داستان تعریف میکنیم. نه، در مسجد گفت نیازی به ازدواج دارم، چیکار کنم؟ رسول خدا نگفت برو بیرون این حرفا رو نزن. حضرت فرمودن که به اصحاب رو کردن، گفتن اصحاب کدوم یک از شما حاضرید با ایشون ازدواج کنید؟ یه جوانی بلند شد گفت من حاضرم، منم نیاز به ازدواج دارم. حضرت فرمودن چی داری؟ گفت یه خونه دارم با یه بازو برای کار. حضرت فرمودن که قرآن بلدی درس بدی؟ گفت بله. گفت مهریه تو رو قرآن درس دادن به این خانم قرار دادم، خطبه عقدشون رو خوندن، دوتایی دست هم رو گرفتن، از مسجد بیرون رفتن. به این سادگی آیا ازدواج های ما الان سادهه؟ چقدر گرفته؟ خیلی از گرفتاری ها دست خود ماه، خود ما با وجود آوردیم. حالا بله، سید نشستی اینجا شاید اطلاعاتش کامل نیست، نه من اطلاعاتم قویه، میدونم مشکلات اقتصادی هست، معیشتی هست، خونه هست، کار هست، منتها اون بخشی که دست من و شما هست اونها رو سادش کنیم.
اونها رو روانش بکنیم. نگذاریم که مشکل پیش بیاد. نگذاریم زمینه دینداری برای جوانانمون فراهم نباشد. امروز این زمینه نیست. چه توقع داریم جوانمون با ایمان و با اعتقاد و اهل نماز شب باشد؟ شرایط خیلی سخته. تو همین حلقه معرفت، چون ما در حرم امام رضا علیه السلام حلقه های معرفت تشکیل میشد، جوانی گفتش که استاد گرفتار یک معصیتی شدم، عادت کردم به یک معصیتی، منو داره بیچارم میکنه، خلاصی ندارم، افسردگی گرفتم، از نماز افتادم، از روی مناجات و دعای کمیل و توسل افتادم. دلیلش هم همینه که تو خونه پدر و مادرم ماهواره دارن، یه روزی نبودن، رفتم پیش ماهواره رو باز کردم، منظره رو دیدم، از اون موقع که منظره رو دیدم تحریک شدم و دیگه عادت به یک معصیتی پیدا کردم که نمیتونم رها بشم. اینا شوخی نیست عرض میکنیم به شما، باید اینها رو بگیم تو این مجالس، جمع کنیم اینها رو، زمینه دینداری رو فراهم بکنیم. ما پدر مادرها نقش داریم. عرض کردم اول عرایزم، پدر مادر آق فرزند میشد، یعنی مسئولیتش رو انجام نداده. و اما مطلب چهارم، مطلب چهارم این که این نور ولایت و محبت و عشق به اهل بیت اگر تو دل جوانتون همچین کمسو هم که روشنه، نگذارید خاموش بشید، او روشن بمونه، به درد بخوره به خدا. نور محبت به اهل بیت. جوون گرفتاری دارید؟ گناهکاری؟ این نور به عشق امام حسین وجود دارد، این روشن بمونه. ببینید اهل بیت زندگیشون رو من به سه دوره تقسیم میکنم، از آقا امام علی، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، امام حسن و امام حسین علیهم السلام. زندگیشون دوره تثبیت، بعد از امام سجاد تا امام رضا فرهنگسازی، بعد از امام هادی تا امام عصر توسعه و قلمروی ارزم به محضرتون جغرافیایی است. اول اهل بیت این یاد میگیریم، اول اهل بیت نور ولایت رو زنده کردن، بعد فرهنگسازی کردن، بعد کلاس گذاشتن. اول نور اهل بیت. وقت گذشته، مطالب زیاد داشتم، با یک داستانی مطالب رو جمع میکنم و این مطلب من هم مقدمه باشد برای عرض توسل و هم جمع و خلاصه مطالبم و انشالله دعای ندبه رو شروع میکنیم. استاد احمد آقای خونساری از مراجع بزرگ تهران بودن، دو سال بعد از انقلاب فوت کردن. امام قدس سره نسبت به استاد احمد آقای خونساری یک ارادت ویژه داشتن. حضرت آقای عراقی، آقای گلپایگانی همینطور. یه روزی یه نفری میاد خدمت استاد احمد آقای خونساری، میگه برادری دارم بسیار خلافکار، اهل همه کار هست، مشروب میخورد، چاوکشی میکنه، عربده کشی میکنه، هر خلافی بگید این تو فهرست کاراش هست، ما رو دیگه آسیمون کردید. استاد احمد آقا، آقا جون تو سیدی، بزرگواری، مرجعی، صاحب نفسی، بیارمش خدمت شما، یه نصیحتی بکن، چهار کلمه حرف بزن، بلکه برگردید راحت بشیم. گفتیم ازدواج نکردید، ازدواجش کردیم، بازم دیدیم آدم نشد، ما رو آسیمون کرده. آقای خونساری برگشتن گفتن فلانی، با این اوصافی که از برادرت نقل میکنید، بعید میتونم من خونساری هم باش صحبت کنم، این برگرده. اصرار کرد، گفت یه کاری کن، ما آسی شدیم، فامیل رو داره به هم میزنه. گفت که یه چیزی به ذهنم میرسه و اون مطلب این که یه کاری رو انجام بدید، اگر اون کار اثر کرد بیار پیش من خونساری، من نصیحتش کنم، اگر اثر نکرد نه دیگه فایده نداره. گفت بفهم، من هر چی بگی من در خدمتم. گفت این برادر تو هر طور شده ببر کربلا، زیارت قبر آقا امام حسین. اگر کنار قبر امام حسین سید و شهدا رسید، اشکش جاری شد، او رو برگردان بشید. اگر گریهش گرفت، برش گردان، نصیحت من خونساری برش اثر بکنه.
اما اگر عشق بر حسین نداشت، من خونساری هم نصیحتش بکنم اثر نمی کنه. برادره میگه رفتم به هر ترتیبی بود داداش خلافکارم رو راهی کربلا کردم، نمی اومد، سر به هوا بود، گفتم بیا مراقب من باش. دستش رو گرفتم بردم کربلا، تو کوچه های کربلا بازی کوشی میکرد. اما همین که رسید به صحن امام حسین دیدم سر رو پایین انداخته، مثل خور خجالت زده. اومد کنار قبر امام حسین، کنار زری که قرار گرفت، گریه نمی کرد، گریه نمی کرد. دیدم داره زجه می زنه، ناله می زنه، گریه می کنه. بهش گفتم داداش، تو که با امام حسین قهر بودید اینطور داری آشتی میکنی، بیا از این به بعد دیگه کارهای خلاف رو بذاری کنار. گفت دیگه گذاشتم کنار، دیگه من دنبال اون کارا نمیرم. برگشتم تهران خدمت آقای خونساری. آقای خونساری سوال کرد چیکار کردی، بردی کربلا؟ گفتم بله بردمش کربلا. گفت چی شد؟ خب گریهش گرفت، اشکش جاری شد. گفتم آره اشکش جاری شد. گفت ها حالا خوبه، حالا برداره بیار پیش من بخوام نصیحتش. گفتم نه نه های خونساری، داداش خلافکارم دیگه توبه کرده، با حسین دستش رو گرفت. دیگه بهتون نگم که قبر این داداش خلافکار تو شابدالعظیم قبری شده که کنارش حاجت میگیرن، اسمشو نبرم، شهید شد، از شهداست، حاجت سر قبرش میگیرن. حسین جان چه کار میکنی؟ حسین جان قربانت بشم، دلها رو تسخیر کردی. ما همون داداش خلافکار هستیم، امروز اومدیم تو این مکان نورانی، زانو زدیم، دست به دامنت شدیم، نامت رو میبریم، اشکمون جاری میشه. حسین جان سلام به امام حسین رو میگم، اشکاتون رو جاری کنید تا میتونید زجه بزنید. امام حسین اینطوری دستگیری میکنن. تا اینکه انشالله دعای نوت رو شروع کنیم، همه با هم از این مکان قدسی یه قافله دل را میندازیم کنار قبر آقای امام حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله. وعلى الأرباخ التي خلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. آي أربيني آي جابدنا حسین جان، ما از کاروان اربعین جا موندی، اما از همین مکان قدسی عرض ارادت میکنی. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و الا اصحاب الحسین. حسین جان